خداوند به ذات کامل خیش به دریاهای لطف شامل خیش به بانگه رند خرابات بیارب یارب پیر مناجات همان زارست به مشوقی که با شاق یارست بچه ها الان رسیدیم پیش استاد، اول برید نماز اول وقتتون رو بخونید، این همه حرف زدیم نره بذار حالا برسیم، بعد اینکه رسیدیم میریم میخونیم دیگه. با عجل داری نه خب یعنی چی اول وقت باید بخونیم؟ اول وقت خانه ها سوال جوابام رو بپرسیم به نتیجه برسیم. آقا من هنوز خدا وکیلی برام سواله که آقا چرا نماز به زبان فارسی نمیشه خون، چرا حتما باید به زبان عربی خون؟ میدونی چرا؟ بخاطر اینکه حالا نظر من اینه که همین مثلا بسم الله الرحمن الرحیم خوب. تو فارسیش چیه؟ چجوری میخوای ترجمه کنی؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. خب آره دیگه چیه مگه به نام خداوند بخشنده مهربان؟ همون چیزی که ترجمه شده توی قرآن همون رو میخونی تو، نمیخوای عوضش کنی که تو رحمان مثلا یکی از صفات خداونده خوب. نمیشه مهربان باشه که مهربان یکی از معانیشه. خب میتونه معانی گسترده دیگه ای داره. یعنی شما هر دفعه که تو هر قرآنی هر بار که میگن بسم الله الرحمن الرحیم چرا پایینش یه معنی نوشتن؟ خب هر دفعه یه معنی جداگونه بنویسن. نه خیلی جاهاش برعکس نوشتن، یکی مثلا نوشته به نام خداوند بخشایشگر مهربان، یکی نوشته به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خداوند بخشایشگر. و حالا بالاخره ما یکیشو میگیم دیگه، مهم اینه که بالاخره یک از صفات خداوند گفتیم دیگه. من یه مسئله رو بیان کنم، اینکه مثلا کلمه الله اکبر که داری میگی، این کلمه الله اکبر یه معنیش اینه که خدا بزرگتر است، اما خدا بزرگتر از چیست؟ خدا بزرگتر از هر چیزی است که تصورش رو میکنی. خب آیا من توی این معنی میتونم این وجود خدا رو، این صفت خدا رو بیان بکنم؟ این یکیش میشه، هزاران دلیل دیگه داره، اما مهمتر از اون من یه سوالی تو ذهنم پیش اومده که چرا قبلا ما رو به بیت المقدس نماز میخوندیم، بعد یه دفعه قبله ما چرخید شد کعبه؟ خب اصلا این که ما چرا باید به این سمت نماز بخونیم؟ چرا این که مثلا من باید این حرکات رو سر نماز انجام بدم، رو قنوت بگیرم، رکوع برم، سجده برم، این حرکات برای چیه؟ ببین اینا هر کدومشون یه فلسفه خاص خودشو داره. من همینا رو میخوام بدونم دیگه، علت این خموراست شدن ما چیه؟ حالا به همه این سوالات یه چیز دیگر هم میشه اضافه کنم. یه نکته‌ای که خیلی ذهن منو به خودش مشغول کرد، یه سری از افعال هستن، یه سری از کارها هستن، یه سری از موارد هست که فقط مختص به خود افراده، قائم به ذاته. مثلا تو قانون داریم که شغل نمایندگی مختص به خود افراده، یعنی قائم به خود افراده و هیچ کس جز اون افرادی که در انتخابات مثلا بیرون شدن نمیتونن نماینده باشن، نمیتونن به جای خودشون کسی رو معرفی بکنن، خودشون باید حضور داشته باشن، خودشون باید رأی بدن. نماز هم قائم به ذاته، یعنی قائم به خودمونه، یعنی خودمون باید نمازمون رو بخونیم مثل بقیه فرایض دینی دیگر، مثل روزه و دیگر. من میگم که فردی که فوت میکنه، که این روزام خیلی هست و به روزم هست، بعد که از دنیا میره برای متوفا میان معمولا یه هزینه هایی رو پرداخت میکنن، میگن مثلا ایشون از دنیا رفت، ما یه هزینه رو پرداخت میکنیم برای اینکه مثلا یک ماه، یک سال، دو سال، ده سال
60 سال اصلا هر تعداد مشخص نیست، نمازشو یکی بخونه، روزهاشو یکی بگیره. سوال من اینه، میگم که اگر این احکام و این موارد که ما باید انجام بدیم قائم به شخصه، قائم به خود ماست، این خود ما باید انجام بدیم، پس این صیغه جدیدی که الان دارن صرف میکنن چیه؟ این صیغه ای که الان میگن که آقا فرد افتاد مرد، یه هزینه بدیم یکی براش نماز بخونه، بلکه روحش آروم بخونه. زمانی که خودش تو این دنیا بود بعد نمازشو میخوند. مگر نمیگیم یه موقع است مریض طرف تو بستر نمیتونه بخونه. کفاره با مثلا شما یه زمانی الهی به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دادیم. ممکن است که سوالاتی به ذهن بیاد تو جوانها، در نسل جوان، چگونه نماز خوان بشی؟ چرا باید نماز خون بشی؟ آیا نماز خونی موروثی است؟ چون بدن مادر من نماز میخون، من نماز بخونم؟ اصلا باید فکر کنیم که حکمت تشریع نماز چیست؟ چرا خداوند نماز را تشریع کرد؟ راه دیگری برای کمال نبود؟ آیا کمال در همین راهه؟ اون حدی که ما تو روایات دادیم نماز رو عمود دین گفت. عمود اون ستونیه که وسط خیمه میزنه. اگر ستون رو بردادید خیمه میاد پایین. بنابراین جای بحث داده و ما همه هدفمون این است که با این بحث ها ادعی که تا حالا در نماز کاهلی می کردن به جمع نماز گذاران بپیوندن و ادعی که نماز می خواندن سوالاتی بشود که عرفان نماز اونها پیشرفت کند، معرفتی بیشتری به نماز پیدا کنند. پس هدف اصلی ما در این نشست انتقال سوالات شما به عرصه دین و حوزه دین و در قلمرو بنیانگذار نماز. ما هم اون چه که در توانمون از قرآن روایات برای شما میگوییم. رضا من مقدمه رو کوتاه میکنم برای خاطر اینکه دوستانم بیشتر بپرسن و سوالات خودشون رو به تمام برسانن. من حاضرم در محضر همه شما. سلام عرض میکنم به محضر همتون. استاد در سوال اول میخواستم بدونم چرا دین ما تاکید روی نماز اول وقت داره و حضور قلب چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ اگر پاسخ این سوال رو بخواهیم به خوبی بگیریم، نگاه قرآن و نگاه اهل بیت به نماز را باید از این ابعاد توجه کنیم. قرآن مجید از حضور قلب حرفی نزد، چیزی نگفت، ولی از ضد حضور قلب سخن گفت. ضد حضور قلب چیه؟ کسالا. کسالا جمع کسله و کسلانه، صفت مشبهه هست، به معنای سستی، تنبلی. قرآن فرمود که لا یعتون از صلات الا و هم کسالا. منافقین وقتی که نماز میخوانن از روی تنبلی است، با سستی و تنبلی نماز میخوانن. بنابراین
آنچه که در بحث حضور قلب مطرح می شود این است که ما بد رفتاری با خدا نکنیم. در واقع یک بد رفتاری است که با خدا انجام میدیم و اون این است که گناه میکنیم، معصیت میکنیم. بد رفتاری دیگری که انجام میدیم این هست که وقتی میخوایم نماز بخوانیم فکر میکنیم بر ما چیزی تحمیل شده است و فکر میکنیم منتی است بر ما. فرمودن اینجور نماز نخوانید. چرا؟ برای خاطر این که شما فردای قیامت محشور که شدید اون سرا سرای جاودانیست دیگه. همون هایی که تنبلی میکردن تو نماز بر میگردن فریاد میزنن میگن که ینادونهم، در سوره مبارکه حدید آیه 14 ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادونهم به بهشتیا فریاد میزنن میگن علم نکن معکم، آیا ما با شما نبودیم؟ ما برادرتم، داداشتم، داییتم، خالتم، ما با شما نبودیم؟ قالوا بلا، شما میگویید که بله من بودم. ولی شما ولکن نکن فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی، متاسفانه شما گول خوردید. چجوری من میتونم از شما دفاع کنم؟ نمیتونم دفاع کنم. سراسر فریب دنیا و غرور دنیا شما را گرفته بود. هرچی بهت میگفتم تنبلی نکن، کسالت نکن، تارک و سلات نشو، شدی. اما همین هایی که اینجور تحمیل میدانن ان حال کبیرتون برمیگردن میگن اوه نماز چه سنگینه. قرآن میگوید الا علی الخاشعین، اونهایی که اهل خشیتن، اونهایی که اهل خشوع هستن، نماز بر اونها رحمت، بسیار آسانه، لذت میبرن در نماز، کیف میکنن تو نماز. پس همه وجود ما بعد میگرده به این که سیر و افق خودمون رو در زندگی همه وجود خودمون رو حفظ کن. این واقعیتیه، این چیزی نیست که بخواهیم خودمون رو از دست بدیم. خیلی عزف. پس این اولین قسمت. درسته، ما چرا اهمیت میدهیم به حضور قبل نماز؟ چرا؟ برای خاطر این که ما به خدا بدرفتاری نکنیم. ما کم بدرفتاری میکنیم که تو نمازم بخوایم رفتارمون نسبت به خدا چی باشه؟ بد باشه. یه ساعت خلوت، تو ساعت خلوت من فکر نمیکنم کسی تا الان این دیدگاه رفته باشه. این دیدگاه دیدگاه بزرگان ماست، دیدگاه قرآنی ماست. هیچ کی شنیده بود تو حالا که بگه آجون من تو نماز هم بدرفتاری به خدا؟ چنانچه شما اینجوری بهتون بگم، خیلی راحت بهتون بگم، مهمونی دوست دعوت میکنی، بعد میری تو مهمونیش بزنی که تو رو احترام کنه بهت بدرفتاری میکنه، یا تو بهش بدرفتاری میکنی، اینجا بدرفتاری؟ تو مهمونی خدا کنار سفره خدا نشستی بعدم بدرفتاری به خدا؟ این یکی از مسائلیه که باید توجه کنیم. دومین چیزی که باید توجه کنیم اینه که من در نماز که میرم برای چی میرم؟ برای اینکه میخوام به اختیار خودم رو به دست کی بدم؟
خدا آدم دیگه. خب وقتی تو نماز حضور قلب نداشته باشم اختیارم به دستی کیه؟ ها؟ به غیر خدا دیگه. تو نماز ذهنم شوت گل فلانی باشه، تو نماز دل من خدمت از فیلم فلان باشه، سریال فلان باشه، تو نماز درسم باشه. پس اختیار خودم رو دادم به جای دیگه. این دیگه نماز برای من تقربی نمیاره، قربی نمیاره، نزدیکی نمیاره. از این چنینه. این جهت سوم. جهت دوم. جهت سوم را عرض می کنم هنوز بهتره، و اون این است که اینهایی که تنبلی می کنن تو نماز، علتش دو چیز. یکی این که اینها کم به یاد خدا، لا یذکرون الله الا قلیلا. اگر هم وارد نماز میشن تظاهر به ذکر میکنن، تظاهر به یاد خدا میکنن. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید لا یقل عمل مع التقوا و کیف یقل ما یتقبل. میفرماید شما فکر نکنید همه مثل جناب عالی تنبلن، نه، خیلی ها هستن که نماز رو خوب میخوانن و عملشون قبول میشه. تو نگو که چارت بی نماز دیدی بگو که بقیه هم مثل من هم. بنابراین وقتی که این پرده که کنار بره میفهمم که چیزی ندارم. بالاخره روزی این پرده ها کنار میشه. بدا لهم ان الله ما لم یکونو یحتسبون، برش ظاهر میشه که چیزی نداره. دومین چیزی که وجود داره که این آقا تنبلی میکنه، چون نماز از روی ریا وارد میشه، یراؤون الناس، ریا میکنن. اینا گرچه صفات منافقینه. این جهت. چهارمین چیزی که وجود داره اینه که آقا این نماز رو نقرربن، نقرربن جنس مکرسی کلاق ایون نک میزنه یه دونه دونه برمیداده. این نماز دونه ایه، این صبور نیست اون نماز که سر میزنه پایین برمیداره، سر میزنه پایین برمیداره، چهار بار اینجوری، درسته یا نه؟ خب این چجوری میتونه حضور قلب بیاره؟ این است که ما میبینیم که شیرازه و خمیرمایه نماز را حضور قلب گذاشتن. چرا شیرازه و خمیرمایه و او را حضور قلب گذاشتن؟ به خاطر این چهار چیز. اول این که تنبلی نکنی، تنبلی تو ازت بردارم. دوم این که اختیارتو به غیر خدا ندی. سوم این که تظاهر به نماز نشه. چهارم این که از نماز فقط سر زدن به زمین چیزی دیگری نمیفهمی. اینو ول کن. این به خاطر اینه که اهمیت دادن به حضور قلب در نماز. و خیلی هم اصرار دارن به حضور قلب در نماز.
من دو تا سوال خدمتتون داشتم، یکی این که راهکارهای حضور قلب در نماز و دیگری این که علت این که ما مثلا رکوع میریم یا مثلا سجده میریم آیا علت خاصی داره که ما این حرکات رو انجام میدیم؟ مثلا گفته میشد که وقتی که ما سجده میریم این ارتعاشاتی که به بدن ما وارد میشه به صورت الکتریکی وقتی که سر رو به مهر میذاریم این ارتعاشات از طریق پیشونی ما به زمین منتقل میشه. میخواستیم ببینیم که این اطلاعاتی که دارن میدن واقعا درست هستش یا بقیه حرکات هم مثل همین هستش. نماز جوهره ای دارد که جوهره این نماز را بندگی خدا تشکیل میدهد. فرق است بین بنده و بندگی. همه ما بنده خدا ولی بندگی نداریم. نماز برای این است که ما بندگی کنیم خدا را. این درخت رو میبینید بنده خداست، این گل رو میبینید بنده خداست. یعنی منی که عقل دارم میخوام در همین بنده بودن بمانم، غلط نیست؟ متوجه شدید چقدر زیبا عرفا میگن، بزرگان ما میگن، فقهای ما؟ من میخواهم به این جوهره بنده بودن خودم برسم. جوهره بنده بودن من چیه؟ سجده برای غیر خدا نیست، چون غیر خدا فقیرن، خودشون مثل من محتاجن. امام سجاد میفرماید طلب المحتاجه علی المحتاجه صفحون. محتاج از محتاج چیزی بخواهد بیعقلیست. من سر رو کنار بر آثار مقدسی میسایم که او مرا آفرید. ارتعاشات و امثال اینها در جای دیگه هم هست، نیازی به نماز نبود که تو ورزشم بود. ورزش های دیگه خیلی داریم، ورزش های کنفو و چای دیگه چه ارتعاشاتی میاده. چرا اینجوری وارد میشن؟ واقعا متاسفی. آیت الله بهجت میخواد بنده بشه. اشهد و ان محمدن عبده و رسول. عبده، عبده یعنی بندگی کنه خدا، عبودیت. این نقطه بارز اسلامه که اسلام عزیز تمام مخلوقات را در خلق و خلقت یکسان میداند، اما در عبودیت و بندگی و مقام و تقرب و منزلت نه. به پیغمبر میگه و رفعنا لک ذکرک، من یاد تو نام تو را بالا میبرم. همه جا یاد توست، همه جا نام توست. ببینید به مؤمنین میگوید من یاد شما را زنده میکنم. به شهدا میگوید من نام شما را چرا زنده میکنه؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. چرا؟ چون شهدا بندگی کردن. ولذا فرمود که هوای نفس، بندگی هوای نفس نکن. ارایت من اتخذ الهه هوا، من اتخذ الهه هوا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. بنده حوالي نكون هو نفس چه حسی با جواب میدن بزرگان ما. اگر در سجده خضوع هست، خضوع برای کی؟ اگر در رکوع
سرازیر شدن هست، سرازیر شدن برای کی؟ برای روزی که بفهم که سرازیری میندازن تو خاک. این هویه الالله. ولذا میدونی چرا میگن سبحان ربی العظیم به بحمده، سبحان ربی الاعلا به بحمده؟ شاید دوست دارید بشنوید. تسبیح در جایی است که من خدا را قادر مطلق و بی‌نیاز مطلق می‌دانم. لذا این من شیء یسبحه، هر چیزی در عالم که باشه تکوینن خدا را تسبیح می‌گم. اما تحمید برای چیه؟ هم برای چیه؟ هم برای اینه که من محتاج تو هم، نیازمند تو هم. شما چرا از به استادتون تشکر میکنید؟ چون نیازمند کی هستید؟ استاد. چرا یه چیزی از مسئول شهر گرفتی تشکر میخواید بکنید؟ چرا قدردانی میکنید؟ چون نیازمندی. پس اول تسبیح میکنم برای اینکه او را قادر مطلق، نیازمند، چیز غنی مطلق میدانم، بی نیاز میدانم. بعد که خودم را شناختم من محتاجم و او داره همه چیز من رو تأمین میکنه، میگم الحمدلله و حمد، ممنونتم، متشکرم. چه حکمت زیباییست در ذکر ما. حتی انقدر نماز بندگی میاره که حتی مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب اسرار الصلوات صفحه 189 اونجا نوشته که اگر نمازی بخوانی در نماز جایگاه خودت رو تو بهشت نبینی، نماز نماز نیست، بندگیت بندگی نشد. یعنی میتوانی جایگاه خودت را در بهشت ببینی. یکی از بزرگان میگفت من از همدان آمدم خونه عمم در قم، عمم به من گفت که یه آقایی بود اینقدر شلوغ میشه نمازش، منطور نمازش خیلی طولانی، 10 دقیقه قبل اگه نری جا نیست تو این حرم به این بزرگی. ما نماز میخوندیم اما نمازش خیلی خوشمزش، خیلی شیرین با همه طولانیش. بعد از نماز دیدم یه شبی دور یه خانومی خانوما جمع شدن، گفتم خانوما چرا دور این خانوم جمع شدی؟ گفت این دختر امام جماعته. ای دختر امام جماعته؟ گفت بله. بودم برم نصیحتش کنم؟ آمدم گفتم دختر شما دختر امام جماعتی؟ گفت بله. گفتم بابات نصیحت کن، خیلی طول میده نمازم. گفت بابام طول نمیده. گفت طول نمیده؟ گفت نه، گفت نماز منزلش بدتره. گفت حالا بگو ببینیم کیه که نمازش این همه طولانی، بازم جا اصلا نیست. خود نماز آقای بهجت همینطور بود دیگه، نیم ساعت قبل رفتی جا نبود، همه خیابون بودن دیگه. نیم ساعت قبل از اذان باید، 1 ساعت قبل از جا میگرفتی داخل مسجد. بعد خدمت فرض کنم که گفت حالا بگو ببینم کی بود. گفت حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی اسمشه. گفت او اینه دیگه، اون کیف میکنه، حال میکنه تو نماز، حال میکنه تو. ولذا چون عبودیت در رکوعه، بندگی در سجوده، به ما فرمودن مستحب است شما ذکر رکوع را 6 بار تا 9 بار بگید. اهل دل اینجوری هم. و اگرم بندگی نکنید واقعیت شما کشف نمی شود، همچنان مجهول باقی می ماند. این قسمت عبودیت. نمیدانم تونستم پاسخ بدونم. با همه وجودم به شما میگویم جوانها، جوانها بندگی شما تو نماز، بندگی کنید تو نماز، نه نماز بخوانید. عبودیت جوهره ای دارد که جوهرش تو نماز.
جوهرهای اصلیش ربوبیته، اما ربوبیت بدون نماز که کشف نمیشه. اون سوال بعدیتون که سوال دیگریتون هست، فرمودید راهکارهای حضور قلب رو. راهکارهای حضور قلب در کتب فقهی ما فقهای گرانقدر چندین مورد گفتن، 7-8 مورد گفتن. شاید خیلی از بینندگان مایلن بنویسن و یادداشت کنن. فقهای بزرگوار ما این راهکارهای حضور قلب رو فرمودن. یک، قدم اول اینه که وضو را با توجه به حضور قلب انجام بدهید. چون از امام رضا روایت شده که وضو تزکیه دله. فرمود انما امر بالوضو و بدء به لان یکون العبد طاهرا اذ قام بین یدی الجبار عند مناجاته یا مطیعاً له فی ما امره. تا اینجا و تزکیه الفؤاد للقیام بین یدی الجبار، خداوند میخواهد با این وضو دل او را پاک کند تا با دل پاک جلوی خدا بایستد. پس آن کسی که وضو را با طنز و با شوخی یا با مسخره شروع میکند، اون نمیتواند نماز حضور قلب پیدا کند، نمیتواند. وضوی امیرالمومنین معروفه، دعاهای خاصی داشت. با اون ادعیه میتوانن که ادعیه رایجه است استفاده کنن. مرحوم اجاز جواد آقا وضوش معروفه، وقتی آب در کف دستش میگرفت میگفت و کان الماء طهورا، این آب پاک. حاج میرزا جواد به اندازه یک مش آب شکر خدا کردی گریه میکرد. با این حال میرفته یه وضو اندازه یدیه میکرد که گاهی سر به دیوار منزه تکیه میداد، بعد میامد به سمت وضو. امام حسن مجتبی وقتی که وضو میگرفت بدنش میلرزید، میگفتن آقا داری وضو میگیری؟ میگفت آخه مقابل خداست، من رو راه داد مقابل خودش. دوم، در عظمت نماز و در روایاتی که درباره نماز وارد شده تأمل کنند، محبت کن نسبت به عظمت نماز. روایاتی که در این باب اومده هفته یک بار بخون. من که نظرم اینه بر هر کسی لازم و ضروری است هفته یک بار درس اخلاق صاحب نفسا رو ببین. بدون درس اخلاق صاحب نفسا نمیتونه حضور قلب تو نماز رو به راحتی کسب کنه. باید بز نفسش بزنه تا اون خار و خاشاک از دل او برود. سه، مانند کسی نماز بخواند که گویا با نماز ودا میکند و دیگه فرصت نماز خوندن رو نخواهد یافت. بعد امام صادق فرمود اذا فلیت صلاتن فریزه فصلها لوقتها صلات مبدع یخالف عن لا یعود الیها ابدا. اینجوری نماز بخون، بگو ممکنه در نماز بعدی من موفق نشم. خیلی از بزرگان ما مرگشون رو تو نماز میخواستن. چهارم، وقتی رو به قبله میایستی سعی کن دنیا و مافیها و اون چه شما رو مشغول میکنه فراموش کن و قلب خود را تهی کن. بچه داره میدوه، تلویزیون بازه، همه چی این داره نماز میخونه، چی؟ پنجم، به معانی نماز توجه کن. تو میگی ایاک نعبد، میدونی ایاک نعبد یعنی چه؟ یعنی فقط تو برای من حاضری.
چون تو برای من حاضری به تو دارم عبادت میکنم. پس چه حضوری که اینقدر دلت و حواست این بر این بره. ششم، وقتی وارد نماز میشوی تا لحظه ای که از نماز خارج میشوی بدان خدای تعالی به تو رو کرده و ملکی فرشته ای بالا سر تو ایستاده و مرتب خطاب میکند ای نماز گذار، میدونی کی داره تو رو نگاه میکنه؟ ای نماز گذار، میفهمی با کی داری حرف میزنی؟ رو تو برنگردونا، از جای خود بلند نشو به راحتی ها. همین اندازه که نماز تموم شد سریع جمع نکن، مقداری بشین، همچنان خدا نگاهت میکنه. پانشی بدی ها. این فیض ملکوتی است، این فیض اقدس الهی است. هفتم، بدانی در حال نماز از بالای سرش تا کرانه آسمان رحمت خدا بر او سایه انداخته و ملائکه الهی از اطرافش تا افق آسمان او را در بر گرفته. بدان انسان محیط احاطه شده به فرشتگان، باد بزنهای برقی نمیخواد، باد بزن فرشته ها هست. تکامل معنوی خنک کننده ترین دستگاه وجود انسانه. پس معلوم می شود که انسان در حضور قلب آزاد نیست. حضور قلب در خونه هر کسی نمی خوابد. حضور قلب حکمت اسراره. این اسرار جلوی هر کسی وارد نمیشه، رو سجاده هر کسی نمیشینه، روی عمامه و عبای کسی نمیشینه، روی مرجعیت نمیشناسه، غیر مرجعیت نمیشناسه، بزرگ و کوچیک نمیشناسه. حضور قلب کسب کردنیه، باید تحصیل کنی، باید بری به دست بیادی. بدون تحصیل به دست نمیاد، باید تحصیلش کنی، باید زحمت بکشی. خود اویلا سبیل رب بکر بالحکمت والموعظت الحسنه. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. حکمت آزاد نیست، برای هر کسی دروازش گشوده نیست، باید در رو باز کنی. او آمده است این در رو به برکت شما باز کنه، شما این قدرت ایجاد کن. اون وقت میگی نماز مزم نمیده، خب حق داری بابا، تو اگه اینجوری نماز بخونی اصلا همه کارات ول میکنی. تو نوشته های بعضی از بزرگان هست، از بزرگان فرمود که حضرت های چلاز ما بحجت دیدم توی که بزرگان دیدم، تو نوشتهش هست که دست نویس ایشون، نه یعنی از ایشون نوشتن تو این کتاب ها، نوشته بود که اگر تجار بدانن چه نعمتی در نمازه، تجارتخانه را میبندن و تجارتخانه را فراموش میکنن. اون اندازه عاشق میپرورونه که فضای عشق نمیشه تعریف بشه. آقا خدایا حنجره من زیباست، در این حنجره من اوج صداست، دوست دارم امواج صدای حنجره من را، صدای هخ گریه خشوع قرار بگیرد.
چرا؟ برای اینکه نماز حضور قلبش در امواج قلب من بستگی دارد. اگر این امواج قلب من به صورتی لغلغه زبان در آید، امواج قلب نیست. همه خواننده ها امواج زبان دارن، اما نمازگزار امواج درونی دارد. پس به سمت این امواج درونی بشتابید. الهی، ذوق مناجات کجا و شوق کرامات کجا؟ استاد، سوالمو میخوام اینطوری مطرح کنم. حالا با یه روایت میگم که البته کامل روایت یادم نیست، مضمونشو میگم. میگه سگ خدا رو شکر میکنه که خوک آفریده نشدش، و خوک خدا رو شکر میکنه که کافر، کافر منافق، و منافق خدا رو شکر میکنه که تارک و سلات آفریده نشدش. و حالا سوال من اینه، ما خب خیلی هم هستن، محرم میره عزاداری محسن شرکت میکنه، یعنی یه جوری ائمه رو دوست داره، منتها نماز نمیخونه. خب یعنی این از سگ و خوک بدتر میشه، از اون بدتر منافق بدتر میشه. این نماز مگه چیه؟ صرف تقدیر و تشکر کردن از خدایی که خب حالا به مدلای دیگه هم میتونیم تقدیر و تشکر کنیم، چرا این مدلی؟ و از اون بگذاریم، خدا به تقدیر و تشکر ما که نیازی نداره. و حالا این من ماهیت نماز درک نمیکنم، چیه که حتی علما و بزرگای ما وقتی مثلا مشکلی واسه شون پیش میاد، چه تو مباحث علمیش مثل ابن سینا که واسه شون مشکلی پیش میاد میره نماز میخونه و از خدا کمک میخواد تا حل بشه، چه حالات بزرگای دیگه دینمون وقتی تو مسائل شرعی جایی واسه شون مشکل پیش میاد میرن به نماز رجوع میکنن؟ نماز مگه چیه؟ اینو سال منه. ماهیت نماز دو قسمه. قسم اول ماهیت نماز را اجزای نماز تشکیل میدهد. که ائمه علیهم السلام حتی به شاگردان خاصشون میگفتن احسنوا الصلاة. بعضی ها رو میگفتن لخت حسین انتو سردی، نماز خوب نمیخوان. پس ماهیت صلاح اولوها تکبیر، آخروها تسلیم. اولش با تکبیرت الاحرام، آخرش با چیه؟ با سلام. این قسم اول. قسم دوم از ماهیت نماز، هویت نماز و شخصیت نماز. شخصیت نماز یعنی چی؟ یعنی ظهر، عصر، صبح، مغرب، اینا اشخاص نماز، افراد نماز. اون چی که هویت و حقیقت نماز را تشکیل می‌دهد، این افراد و اشخاص. اینجاست که ما باید بفهمیم که چرا نماز را به پنج وقت تقسیم کرد. چرا؟ این مهمه. شما میدانید که بشر در اثر قوای مادی کنکاش هایی داده، تزاحماتی داده. این تزاحمات بشر، کنکاش های بشر، وقتی جلوگیری نشود ناامنی میاد. فراق و جدایی، کینه و بخل،
و هزار بلیه ایجاد میکنه. چرا؟ چون ارتباط بشر با بشر یعنی ارتباط ماده با ماده، ماده در تزاهم. سنگ هم به این میز بخورد صدا میکند. چرا؟ چون در تزاهم. من هم به این میز بخورم صدا میده چون در تزاهم. ما هم وقتی به هم بخوریم صدا میدیم. پس آرامش رفت. بهترین آرامش، عالیترین آرامش این هست که در پنج وقت با کسی ارتباط برقرار کنم که تزاحم ماده با ماده نیست، بلکه ماده در مقابلش ذوب می شود، مجرد مجرد می شه. بعد من می خواهم مجرد شوم. مجرد از چی؟ از شوائب، از اوهام، از خیالات، از کینه ها. گفت می خواهی مجرد بشید؟ گفت چشم، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین کیان؟ مؤمنین این اونهایی هستند که در اثر ارتباط با خدا آرام میشوند. شما حساب بکنید مؤمنین رو ببرید بهترین دریا، عالیترین پارک ها، زیباترین ساحل ها، باز خسته برمیگرد. تفریح مؤمن در کنار مؤمنه، تفریح مؤمن در محافل معنویست. اون آقایی که هیئت سید و شهدا می آید برای خاطر اینه که ایمان داره. چون ایمان داره تفریح و آرامش خودش رو تو اون چند جلسه سید شهدا میبیند، ولو اینکه نماز نخوند. او بخشی از آرامش رو گرفت، بخش دیگر رو رها کرد. شما میگید که با نماز آرامش کسب میکنه، من هم موافقم، ولی با بچه هایی که قبل از رسیدن خدمت شما بحث میکردیم، بچه ها میگفتن خب یک سری همی هم با تمرینات ورزش مثلا یوگا یا ورزش های آرام بخش دیگه اون آرامش رو کسب میکنن. اون آرامشی که شما میگویید نامش آرامشه. چگونه این آرامش آرامش هست که واقعا آرامش هست که بعد از ورزش بسیاری از قطره ها و دعاوی پیش آمد؟ شوهر از میادین ورزش برگشت، زن رو طلاق داد. وسط راه بسیاری از اتوبوس ها شکسته شد. مگر شما تماشاگر در میدان ورزش نبودی؟ پس در واقع اسمش آرامشه. قرص هایی که به ما میدن به نام قرص آرام بخش بینی و بین الله، به همون پزشک بگو ایشون آرام میشه؟ اسمش آرام. اون آرامشی که ما میگوییم آرامشی است که انسان را از کینه، بغل، حسادت، دعوا، جنگ رها میکنه. یعنی در واقع آرامشی است که مرکب بسیط نیست. مرکب اصلی یک، کنترل کننده منو کنترل میکنه. دو، ببین یکیش این بده کنترل کننده است. یعنی چه؟ یعنی ممیت، شهوات منو میکشه، درسته؟ دو، محی هم هست. محی یعنی چه؟ یعنی احیا میکنه، حیات میده به من. این آرامشی که اینا میگن بسیطه، مرکب نیست. آرامشی که اینجا هست، ما اون آرامشی میگیم از یک طرف دفن کنه زباله ها را، از سوی دیگر به جای او، من اینجوری بهت بگم، خا
خار و خاشاک از دلم برداره، یه درخت پرثمر لیمو تو دلم بکاره. یعلمهم الکتاب یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ما دنبال این آرامشیم. و اگر نمازهای عده آرامش نمیده، مربوط به بحث قبله، چون اون هشت چیز هفت چیز رو نداره. وگرنه اگر کسی اون هفت چیز رو میداش چنان آرام میشد. تو همین خدمت هست که کتاب زمزمه عرفان دیم، تو نوشته ها بنده هم تو سلوک و خانواده آوردن، سوالی کردن از همسر حضرت تاج العظمى بهجت، سوال کردن که آیا آقا عصبانی نمیشد؟ منزل گفت به هیچ وجه. گفت مگه بچه ها منزل شلوغ نمی کردن؟ گفت اون هیبت معنوی و نمازش همه رو ساکت میکرد. چند بار میگه من این سوال رو تکرار کردم، نویسنده میگه مجدداً گفتم اصلا ایشون عصبی نشد. گفت چه یک بار شد. گفت کی؟ گفت سر نهار بود داشتیم از همسایه غیبت میکردیم، بلند شد گفت سحری من باطل شد، اقامه منو دارید از بین میبرید، دیگه قطع شد. پس ببینید ممیت غیبت، ممیت تهمت، تهمت ها و غیبت ها تو منزلش دفن میشه، اما محیی فضیلت ها، کرامت ها، عشق ها، ابعاد گسترده زندگی معنوی. حاج احمد آقا رو گفتن چطور شد که به اینجا رسیدی؟ گفت چطور شد؟ اینجا معمم و ایشان فوتبالیست بود دیگه، یک دفعه همه چی رو ول کرد. گفت صدای ناله نیمه شب پدرم، آن سحری پدرم. حضرت امیر علیه السلام وقتی که امیرالمومنین میامد تو نماز، تا میرسید به قد قامت سلام میگو هان وقت زیارت، الان وقت زیارت خداست، وقت دیدار خداست. گفت به قلبم نظر میکنی؟ گفت آینه شو تا جمال پری طلعتان طلب، جروب کن خانه را زپس، زپس مهمان طلب. تو خانه را جروب بزن بعد ببین من آرامش بهت نمیدم. آینه شو تا جمال پری طلعتان طلب، جاروب کنی، شعر امام رضاست، جاروب کن خانه را زپس مهمان طلب. هر غلطی میکنه، هر کاری میکنه، همه گناه رو میکنه، بعد میگه نماز آرامش نمیده. عزیز من، تو نماز اصلا چند کلاس رفتی برای نماز؟ هر کسی از بزرگان فقها که نگاه کنید، همونایی که شما مریدشید، همشون اسرار و صلات دارن، اسرار نماز. شما یک بار رفتی؟ ببینید خیلی اسرار و صلات امام داره، حاج میرزا جواد آقا داره، هر کدوم از بزرگان برای خودشون اسراری دارن. من که نه درسی گرفتم، من حاضرم برای خوندن بیوشیمی وقت بگذارم، من حاضرم برای یه فرمول خیلی ساده فیزیک وقت بذارم، اما حاضر نیستم برای یه چیزی که جان منو پیوند میده به خدا و مظهر ممیت و محیی هست، برای یک جلسه وقت نمیذارم. بعد میگم چی گم کردی؟ کجا میری؟ گم شده ای داری؟ بیا نزد ما به طلب اون را که حق و حقیقت در لواقی فردانیت و جلوس ملکوتی است. ملکوتیان رو نزاده کن، تو ملکوتی شو بعد ببین. آقا جان من ملکوتی شو بعد، تو عاشق میزبانی که غذا میدهد شدی، اما خالق میزبان رو فراموش کردی؟ جدن از میکنم، خدایا همه میگوین بده، ولی حسن میگوید بگیر. الهی نامه حسن زاده آماده است، ولی حسن میگوید بگیر. خدایا تو لا تأخذ حسین و لا نومینی، تو خواب داری نه چرت داری، من مظهر لا تأخذ حسین و لا نومونم. نام جلوگه حق کی بود عشق؟ کی بود عشق؟ الهی دیده را به تمام
تماشای جمال خیره کرده ای، دل را به دیدار ذوالجمال خیره گردان. در برخی مفاهیم و موضوع، یعنی ما اگر بریم توی بحث فهم نماز، ما میگیم که برای اینکه هر موضوعی رو بفهمیم راجع به هر کلمه‌ای هر جمله‌ای باید به کنه مطلب پی ببریم. بسیاری از ما نماز رو میخونیم، خود من کسی رو مثال نمیزنم، نماز رو میخونیم، شاید گاهن متوجه اون ذکرهایی که در نماز میگیم یا حتی آیاتی که میخونیم نشیم. اینجا این سوال مطرحه که آیا این نمازی که ما میخونیم، البته اون صفت مشبهه که حضرت عالی فرمودین وجود نداره، اون کسالت نیست، یعنی از روی لذت است، ولی اون توجه وجود نداره، یعنی شاید ما متوجه اون چیزی که میخونیم نشیم. میخوام اینجا این سوال مطرح کنم که آیا دیگه یعنی اون ثوابه وجود نداره یا ثواب درجهش کمتر میشه؟ بحث نماز، مثالی که بتون بزنم، نماز معجون مرکبه. این معجون مرکب مثل داروه. شما اگر دارو یکی از ترکیبات معجون رو نیاری، اون دارو اثر خاص خودش رو نمیگذاره. مرحوم حاجی موسی جواد آقا میگه که نماز هم معجونه. اگر بعضی از اجزاء نماز و خصوصیات نماز نیاید، اون اثرش رو نمیگذاره. روایت هم در این زمینه داریم، هر کس اونچه از افعال نماز مقصود بوده رو قصد نکنه، اونی که از افعال نماز مقصود بوده او رو قصد نکنه، یعنی خدا خواسته، بداند که او رو انجام نداده. مثلا فرض رو به قبله نیسته، نماز اون اثرشو نداره. مثلا فرض طمأنینه نداشته باشه، اون اثر رو نداره. یا این طرف و این طرف رو نگاه کنه، اون اثر رو نداره. ولذا در تعریف الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنین اونهایی هستند که در نماز خشیت میکنن، فرمود یعنی چه؟ فرمود یعنی وقتی ایستاده ای تو نماز، نگاه تو به سجاده به اندازه ای باشه که اطراف رو نبینی، یعنی کوتاه کن نگاه رو، قد طرف، نگاهت رو کوتاه کن، یعنی مشاهدت کامل نباشه. چنانچه درباره زنها هم هست دیگه، یغزوز نفسالهم، یغزوز نفسالهم، این فیلم هایی که درست کردن، نسخه میکنم از ابیا رو، چشم میبندم سر میخوره به دیوار، کجای قرآن گفت چشمو ببند سر بخوره به دیوار؟ اون نگفت که خدمت فرض کنم که چشمو ببند، که گفت یغزوز نه، یعنی چه؟ یعنی کوتاه، یعنی دایره رو جوری کوتاه کن که خدمتت به طرف جذب نشی، به طرف جذب نشی. اینجا هم عین همینه، اینم میگه قصد و طرف. پس حکمت نماز یک معجونیه، بحث اینه که اون اثر و خاصیت او به وقوع نمی پیوندد. استاد، در اسلام در خصوص خواندن نماز جماعت اشاره و تاکیدات زیادی شده و همچنین روایتی داریم که میگه یک رکعت نماز جماعت برابر است با 70 رکعت نماز فرادا. خب طبق این روایت، آیا این نماز یک رکعت نماز جماعتی که ما میخونیم جبران نمازهایی که قضا شده میشه؟ و یکی سوال دیگه هستش که چرا نماز جماعت ثوابش بیشتر از نماز فراده؟ مگه نماز جماعت همون نماز فراده خودمون نیستش؟ پس چرا همچین روایتی وجود داره؟ اون چیزی که اول فرمود نماز جماعت آیا جبرانه خسارت های نماز قضا رو میکنه؟ نه، قضا واجبه، باید هر مقداری که قضا کردید و قضا دارید باید بخونید. اما اونجایی که فرمودید که چرا اینقدر به جماعت اهمیت میدهن، علت اصلیش چند چیزی، اما اونی که مهمتر از این مسائل هست این هست که در نماز جماعت
به امام اقتدا میکنی، امام عادل، به مکانی میری که اون بیت غیر از حرف خدا جای دیگه زده نمیشه. جمعی قرار میگیری که در اون جمع اگر مشکلات معنوی داشتی با دیدن بعضی از اون اجتماعات آرامش میگیری. ولذا ترغیب به نماز جماعت به خاطر اینه. از این جهت فرمود لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. خاصیت این کنگره عظیم وحدت بماند، ویژگی این پیک خبری جماعت بماند، خاصیت اطلاع پیدا کردن از امور دینی و مسائل اجتماعی با سر جای خودش محفوظ. ولی مهمتر از هر اصلی این است که انسان در نماز جماعت، چون همه در نمازن، حضور قلب انسان راحت تر میاد، و اگر هم حضور قلب انسان به زحمت بیاد، اون امام جماعت چون باید مراعات کنه، در واقع ثواب جماعت من افضل میشه. مخصوصا داره که سعی کنید مسجدی انتخاب کنید که امام جماعتش فقیه باشه. حالا مدارج علمی ایشون اورع باشه و و و این مسائل. ما مثل اهل سنت نیستیم که هر بازاری پشت سر بازاری نماز بخونیم. ما پشت سر اینجوری نیستیم هر کسی، نه. این که میگیم روحانیت، به خاطر اینکه روحانیت ممحض در رفتار مردم هست، ممحض در این کار هست. مردمان دیگر انواع کارها و اشتغالات مادی دارن، ولذا حتی ما اون روحانی که بخواد این اشتغالات مادی و این مسائل داشته باشه، تا اون آقایی که فقیه، ما میگیم که اون به مراتب افضله. این است که کرامت نماز جماعت فراتر از همه این حرف هست. خدا رحمت کند امام بزرگوار. امام بزرگوار خیلی به نماز جماعت اهمیت میداد. تمام تلاشش این بود که غروب در صف جماعت باشه. من در پایان از همه دانشجویان محترم یک تقاضای دوستانه و پدرانه دارم. تقاضای من اینه که یک دور نماز را درس بگیرید تا لذت نماز در جانتون بنشینه. نماز به انسان هیبت میدهد، نماز به انسان شجاعت و شهامت و مردانگی میدهد، نماز انسان رو به خدا نزدیک میکنند. سعی کنید برای نزدیک شدن به خدا وقت بگذارید، فرصت بگذارید. حداقل خلوت کنید با خدا. اگر تونستید با عشق بخونید. عشق در نماز، فضیلت نماز. مالک یوم الدین، امام سجاد وقتی که میرسید به این عبارت میگفتن انه عشق و شفع علی الموت. الان که امام سجاد جان بده، نماز با گریه، نماز با استمداد از خدا جواب میده. انشاءالله موفق و معید باشید. خدایا ما را از نماز گذاران قرار بده. غفر الله لنا و لکم. انشاءالله ای پادشاه کون و مکان، ای اله من، ای پادشاه کون و مکان، ای اله من، لطفت زمه شامل حال تباه من، لطفت زمه شامل حال تباه من. من مستحق دوزخم از کرده های خیش،
با حسرت اگر تو نبخشی گناه من، با حسرت اگر تو نبخشی گناه من. الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خواندی از جاهل و تو خداوندی.